چه شد که سرویس مخفی آمریکا در جلوگیری از چنین واقعی ناکام ماند؟ FBI میگوید این تلاشی برای ترور بوده اما آنچه حیرت آور است این است که مهاجم توانسته تیراندازی کند بخش راستی آزمایی بی, بی سی با کنار هم گذاشتن ویدئوهای مرتبط با واقعه گفته های شاهدان عینی و اظهار نظرها تلاش می کند تصویری ترسیم کند که نشان دهد این واقعه چطور اتفاق افتاد. در شب شنبه دونالد ترامپ اینجا مشغول سخنرانی در مراسمی مرتبط با کارزار انتخاباتیش بود در شهر باتلر پنسیلوانیا. او دقیقا در ساعت 6 و 3 دقیقه عصر روی صحنه رفت در پشت سرش جایگاه حاضران است و تکتیر اندازان سرویس مخفی آمریکا روی بام دیده می شوند. تنها 100 متران طرفتر این ساختمان ها خارج از محدوده برگزاری مراسم وجود دارند. از نزدیکترین ساختمان مهاجم دیدی واضح به صحنه داشت. این ویدئو همان ساختمان را نشان می دهد. تصویر دقیقا در ساعت 6 و 10 دقیقه ضبط شده. از آنجا که سخنرانی دونالد ترامپ را در پس زمینه می ساختمان کوچکتر در سمت راست جایی است که مهاجم رویش کمین کرده بود. در این ویدیو مردی را در حال گفتگو با شخصی می‌بینیم که به نظر می‌رسد یک افسر پلیس باشد. هر دو به ساختمان نگاه می‌کنند. ما توانستیم تایید کنیم که این ویدیو تقریبا دو دقیقه قبل از اولین شلیک به ترامپ گرفته شده و شاهدان به فردی در حال بالا رفتن از پشت بام اشاره می کنند. در این کلیپ میشنویم که افراد به معموران با فریاد هشدار میدهند. یک شاهد اینی هم به بی بی سی گفت در حالی که ترامپ مشغول سخنرانی بود آنها فردی را در بالای بام دیدند. متوجه شدیم یه نفر روی پشت بوم داره سینه خیز میره. پشت بوم این ساختمونی که کنارمونه به سمتش اشاره کردیم. و اسلحه داشت. درسته؟ آره اسلحه داشت. به وضوح میتونستیم ببینیم اسلحه داره. ولی پلیس چی؟ انگار نه انگار که داره همچین اتفاقی میفته. یک ویدیو دیگر هم توسط فردی دیگر گرفته شده که تیراندازی فرد مهاجم را نشان میدهد. پلیس ایالت باتلر گفته تماسی درباره یک فرد مشکوک دریافت کرده اما نمیدانسته او تفنگ داشته. پلیس گفته یک مامور از سقف بالا رفته و با مزنونی مسلح درگیر شده. بعد از آن بوده که تیرانداز به سمت ترامپ شلیک کرده. دقیقا در ساعت 18 و 11 دقیقه سه شلیک اتفاق افتاد. ترامپ دستش را به سمت گوش راستش بالا آورد و سپس پناه گرفت. سپس صدای شلیک های بیشتری آمد. یک نفر در جمعیت کشته شد و دو نفر دیگر به شدت زخمی شدند. با تطبیق دادن ویدیوهای دیگر با این فهمیدیم این در جایگاه سمت راست صحنه اتفاق افتاده و با این مسئله که تیراندازی از پشت بام روبروی ترامپ انجام شده همخوانی دارد. تنها لحظاتی بعد از شلیک گلوله ها به ادبیات تک اندازان سرویس مخفی آمریکا تیرانداز خونسا شد این ویدیو شخصی را بی حرکت بر پشت بام ساختمان نشان می دهد. روی صحنه ماموران سرویس مخفی را می بینیم که ترامپ را احاطه کردند پیش از آنکه او را بیرون ببرند به این ترتیب ما تصویری روشن پیش رو داریم که این سوء قصد چطور اتفاق افتاد تحقیقات حالا دنبال پاسخ به این سوال است چرا سرویس مخفی تلاش بیشتری برای جلوگیری از این اتفاق نکرد